سلام میکنم به شما. خوشحالم که باز در برنامه دیگر در تلویزیون ایران فردا به بحث امروز و فردای ایران میپردازم. مسئله ای که شاید امروز من در موردش میخوام صحبت بکنم به نظرم میرسه که بزرگترین موزل امروز ایرانه و تصورم بر اینه که با توجه به سابقه بیشتر از 3 دهه در جمهوری اسلامی مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمده میتونه که ادامه دار باشه حتی بعد از نبودن حکومت جمهوری اسلامی. اون مشکل چیه؟ اون مشکل بزرگترین معضلیه که توی جامعه امروز ما وجود داره به نام بیکاری، به نام نبودن تولید. همینطوری که شاهدش هستیم دیگه نیازی به این نیست که خیلی به آمار و ارقامی مراجعه بکنیم از سوی منابع دولتی، از مرکز آمار، از وزارت کار، نمیدونم در زمینه های مختلف که آمارهای متعدد و متفاوت داده میشه، آمارهایی که باید بدون تردید با توجه به شناخت کمی که من دارم، تجربه‌ای که در این زمینه دارم، آمار سیاسی است، بیشتر برای این که مسئولین راضی باشند این آمار داده میشه، نه در واقعیت‌های جامعه. من از اونهایی بودم که در طی سال‌های درازی که توی این زمینه‌ها کار کردم، تو مسائل سیاسی جامعه هم سعی کردم، تلاش کردم که باشم. 2 نکته برام بسیار بسیار مهم و اساسی بوده. یکی این که آمار درست در کشور باشه، یکی این که بانک مرکزی درست باشه. و برای این هر دو همیشه میگفتم که و همیشه اعتقاد دارم که اگر این دو دستگاه، دستگاه آماری کشور و دستگاه بانک مرکزی کشور، استقلال واقعی داشته باشه، اون جامعه میتونه حرکت بکنه. و متاسفانه شاهد این هستیم که عملا هیچ کدومشون توی این بیشتر از 3 دهه‌ای که عمر حکومت جمهوری اسلامی است وجود خارجی نداره. نه آمار که آمار درستی ارائه بکنه، نه بانک مرکزی که استقلالی رو داشته باشه. ولی بگذاریم. مسئله اشتغال و بیکاری در جامعه ما که امروز حتی مسئولین مملکت هم بهش میپردازند و نگرانی های خودشون اعلام میکنند، مسئله است که نه به دلیل نبود برنامه ریزی و کارشناسانی که در این زمینه بسیار بسیار با ارزش هستند در داخل جامعه ایران، بلکه به دلیل دستگاه حکومتی و قانون اساسی جمهوری اسلامی این امکان هیچ وقت به وجود نیامده و نخواهد آمد که جمهوری اسلامی قادر باشه که مسئله بیکاری رو در جامعه ایران از بین ببره و تولید رو جایگزین بکنه. چرا؟ دلیلش خیلی روشنه. دلیلش این نیست که ما کشور فقیری هستیم، کشوری هستیم که از ثروت‌های نیروی انسانی و زیرزمینی از نداشتن اینها رنج ببریم. ابدا چنین چیزی نیست. ما نیروی انسانی بسیار بالا و ثروت زیرزمینی بسیار گسترده‌ای رو داریم. مهم اینه که با برنامه‌ریزی اینها برای مردم و مملکت هزینه بشه. اونجا مشکل اصلی است. اونجاست که وقتی که این کار انجام نمیشه میبینیم که با چه مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم. اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت رو موظف میکنه که برای هر فردی شغل ایجاد بکنه، به شرطی که مخالف اسلام نباشه و مخالف مصالح عمومی نباشه.
اصل 29 هم به همین ترتیب باز دولت رو موظف میکنه برای بازنشستگی، برای بیکاری، برای از کار افتادگی، برای حادثه ها و سوانه ای که به وجود میاد دولت موظف باشه که برای اون کسانی که دچار این مشکلات میشن امکان فراهم بکنه. حالا ما کجا هستیم؟ حالا واقعیت قضیه اینه که در جایی قرار داریم که دولت این مسائل رو، این کارها رو انجام بده. شاهد این هستیم که جامعه هر روز بیشتر و بیشتر مسائل رو روشن‌تر می‌کنه برای مردم. دیگه در مرحله اساسی هر روز تو خیابون‌ها به چشم می‌بینیم. این درسته که همونطوری که عرض کردم آمار دولتی فاقد ارزشه. آمار دولتی اعلام می‌کنه که ما 2 میلیون کودک کار و کودک خیابان داریم. در همون خبرگزاری ایسنا از یک سمینر کارشناسان متوهر ایرانی اعلام میکنن 7 میلیون. اینها کیا هستند؟ اینها آینده سازان ایران هستند. خب اگر برگردیم به این مسئله که فلسفه کار، تعریف کار در جمهوری اسلامی چیه؟ در جمهوری اسلامی تعریف کار اینه که اگر که در هفته گذشته شما فقط 1 ساعت کار کرده باشید و یا حتی بیکار باشید، به دلیلی نتونسته باشید سر کار برید، اون شاغل محسوب میشید. عرض کردم دقیق تر بگم، اگر حتی 1 ساعت کار کرده باشید و به دلایلی سر کار هم نرفته باشید، باز شاغل محسوب میشید. خب حالا این بحث اشتغال و بیکاری در اینجا چه معنی میده؟ اول از هر چیز برگردیم به این مجموعه جمعیت نزدیک به 80 میلیونی که امروز کشور ما وجود داره. نصفش زنن، یعنی 40 میلیونه، 40 میلیونشون هم مردن. اینها چه مسائل و مشکلاتی رو توی زندگیشون دارن که با بیکاری تشدید میشه؟ طبیعی است بسیار. وقتی که شما تقریبا نیمی از جمعیتتون رو اجازه کار و اشتغال بهش نمیدید که زنان باشن، در این جامعه ای که دختران دانشجوتون اعلام میکنید 63% صندلی های دانشگاه رو گرفتن، اینها قادر نیستن که وقتی فارغ التحصیل میشن به سر کار برن، فقط 12%شون میتونن این کار رو انجام بدن. وقتی که گروه سنی 15 تا 24 سال و 24 تا 29 سالتون بزرگترین بیکاری رو در جامعه داره، وقتی که این تحصیل کرده ها هجوم میارن برای اینکه وقتی فارغ التحصیل شدن به سر کار برن، وقتی که شما میبینید که در بخش کشاورزیتون فقط و فقط 18% جمعیت کشور، جمعیتی که در حال از کشاورزی زندگی میکرده، 34%ش امروز در صنعته، که من نمیدونم واقعا، بازم نمیدونم این آمارها به چه شکله، صنعته که الان مشغول به کاره چیه و این کارخونه هایی که هر روز بسته میشه به چه شکله. خب 47%شون تو خدمات و سرویس دارن زندگی میکنن. این خدمات یعنی چی؟ این خدمات یعنی همون کارهای دلالی و قاچاق و غیره و غیره. اینها کیا هستن؟ اینها همون جامعه ای هستن که مستعد کار هستن و باید بتونن که زندگیشون از طریق کار بگذرونن. اگر دولت نتونه برای اینها کاری رو فراهم بکنه، جامعه به امروزش دچار میشه و به فردایی که به مراتب بدتر از امروزه. آمارهایی که دولت جمهوری اسلامی اعلام میکنه، وقتی که اعلام میکنن فقط 12%، ناگزیر ما برمیگردیم به قسمت های دیگه ای که آخرین آمارگیری اشتغال بیکاری سال 94 که منتشر شده، در بعضی از استان های ایران بیکاری زنان رو بیشتر از 80% مطرح میکنن. در بین 11,700,000 دانشجو و فارغ التحصیل، معاون وزیر کار به شما میگه که 5,700,000 تا فاقد ارزش افزوده و کار تولیدی و حرفه‌ای هستند. اینها کیان؟ اینها در گروه سنی 20 سال، 24 سال، 29 سال، 30 سال، زیر 40 سال قرار دارن.
این مجموعه چه کسانی هستن که قادر نیستن که حداقل کاری رو پیدا بکنن، و یا اگر که امروز در بررسی دیگری که انجام شده از هر 4 نفر 3 نفر که بیکار هستن میگن که اون 1 نفر هم اگر پارتی نداشت امکان اینی که کاری رو به دست بیاره هیچ وقت پیدا نمیکرد. این تازه بیشتر در جمعیت شهری ایرانه. ما وقتی که به مراکز غیر از شهرهای بزرگ تهران و شیراز و اصفهان و تبریز و اینها بریم، به استانهایی که در حال عقب افتاده تر هستند، وقتی که نگاه میکنیم در این استانها مثل سیستان، بلوچستان، مثل کردستان، مثل کرمانشاه، مثل ایلام، مثل جزایر و بنادر خلیج فارس، همه اینها در زمانهایی وقتی که فاقد اشتغال هستند دچار نگرانی های بسیار هستند. من خبری رو خوندم از یکی از امام جمعه های استان سیستان و بلوچستان، زمانی که سپاه تصمیم گرفته بود که دیوار آهنین بکشه بین مرزها، این امام جمعه آمده بود و میگفتش که مرز رو باز بگذارید، برای اینکه اگر این حد اقل کار قاچاق هم نباشه مردم از گرسنگی میمیرن. چه پیامدهایی رو داره؟ بیکاری چی کار میکنه تو جامعه؟ بیکاری اعتیاد به وجود میاره. اعتیاد چی کار میکنه؟ میبینیم که امروز 3/4 زندانیان کشور یا شاید بیشترشون معتادا هستن، بیشتر اینها تحصیل کرده هستن. بیکاری در سر چی به وجود میاد؟ در سر افسردگی و عدم امکان این که بتونه کاری رو به دست بگیره. بیکاری چه چیزی دیگری رو به وجود میاره؟ حقارت رو، حقارت برای جامعه ایجاد میکنه، برای جامعه بیکار. بیکاری چه چیزی رو به وجود میاره؟ مهاجرت و پناهندگی رو. اینها همه و همه مسائلی است که ما وقتی که نتونیم بهش دقیق تر نگاه بکنیم میبینیم که بدون اینکه به آمارها مراجعه بکنیم که کوچکترین واقعیتی رو نمیتونه به ما نشون بده، برمیخوریم به این که به هر حال طبیعتاً کشوری که مسئولینش به فکر مردمش نیستند طبیعیست به فکر تولید نمیتونن باشن. وقتی که تولید به وجود بیاد قاچاق از بین میره، دلالی از بین میره. وقتی که تولید نباشه قاچاق و دلالی جایگزینش میشه. یعنی چی؟ به صورت خیلی مشخص و روشن، شما وقتی که کارخونه های بسیار بزرگتون امکان ادامه کار ندارن، خب ورشکسته میشن، کارگراشون بیکار میشن، مفادی که نیاز دارن دیگه وجود نداره، اون نیازمندی هاشون رو از کشورهایی مثل چین و یا کشورهای دیگه بدون کوچکترین ارزشی وارد میکنن. چرا؟ دلیلش خیلی روشنه، به این دلیل که اونها این وارداتی که به این ترتیب میشه با بیشترین دلالی ها امکانات میتونه که مسائل رو برای مسئولین دولت سطحش رو بالا ببره. همه بانک ها، بانک های خارجی شاهد این هستن که هر کدوم از اینها، هر کدوم از این مسئولین در این قراردادها چه امکانات گسترده‌ای براشون به وجود میاد. من فکر نمی کنم که این ماجرات تموم شده باشه. من سعی می کنم، تلاش می کنم که باز هم در حالتی بحث بیکاری که به نظرم همونطوری که عرض کردم بزرگترین موزل امروز جامعه ماست، یک یا چند بار دیگه باز با شما مطرح بکنم. بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده.